لیلا نمیدونی چی میخوام به ازدار لیلا این چه طرز پایین اومدنه؟ صد دفعه به ادا گفتم اینجور بیای پایین میفته ایجاد میشکنه؟ بچه شدی یا؟ نکنه شکستی الان؟ نه خیلی نشکستم. چرا بلند نمیشی؟ شکستی دیگه شکستی. چرا بلند نمیشی؟ آها میخوای من کمکت کنم. بشین لیلا. آفرین. درست شد لیلا. این خونه قدیمی اون یادت میاد؟ کدوم اون که پشتمون بود؟ نه مال تاکسی. مگه اون میشه یادم بره؟ هزار تا بدبختی کشیدیم توش. نکش نگیش. بدبختی کدومه لیلا؟ سه تا بچه همون اونجا به دنیا آمدن ها. کالا حرفتو بزن. تنگسی نمیدونم چطوری منو پیدا کرد. اومد چیز اومد یکیشو باز کرد اومد بونگا گفتش که محسن جون این خونه رو برام بفروش بده برام بکوبونش. خب ببین از اون وری باز به چرخی باز میشه. از اون ور بچر چطور پدم کردی؟ خودم در میارم. ولش کن. رفتم تو اون خونه نمیدونی چه حالی بود. خب لیلا من تمام خاطرات دوران گذشته یهو اومد جلو چشم. یک بعضی بودا یه بعضی کدوم خاطره؟ تو خراب شده ما فقط عذاب کشیدیم. لیلا تو چطور دلت میاد به اونجا بگی خراب شده؟ روزی سه وعده فقط لولهاش میترکید. تمام زمستون این کل سقفش شکم کرد. تابستون این بچهای تفلکی من جوجه کباب میشن بی کولری و گرما. این امیر تفلکم دو قدم میرفتم گچ و سنگ بالا میریخ پایین. او فلش کنم من خودم در میارم. تو چرا نیمه خالی رو همیشه میبینی؟ ما اونجا خوش نبودیم؟ بودیم دیگه. فرقی بعد اون که همینجا خوشی. چه؟ اول سلام. سلام. شیمیده. آها وقتی میگم ماما بشین سر درست بشین درستو بخون میگی بلدم 18 رو شاخته. بیا شاخته پایین ببینم چی رو شاخته. ده چی رو شاخته؟ ده. بلش کن الان لیلا. اگه گفتی الان چه چیزی قراره بدونی این کلی رو میبینی؟ اگه گفتی کلی کجاست؟ خونه تنکسی. وا تو از کجا میدونی؟ کلیدی که یه دفعه قورتش دادم مگه میشه یادم بره؟ ای راست میگه یه بار اینو این تنگسی فکرشو بکن 100 سال قفل خونه شو عوض نکرده. باحال نیست؟ چیش باحاله بابا؟
خونه به اون داغونی یه قرونم خرجش نمیکرد. به غیر از عتل متل هر بازی میکردم چهار ستون خونه میلرزید. خب ماما، ولی اون عتل متلش هم خیلی کیف میداد. نه چه کیفی میداد؟ دستتو میگرفتم میبردم پشت بوم، تمونده پلا رو میدادیم به کبوترها، یادت نیست؟ من هیچی یادم نیست، فقط یادمه هی لوله آب میترکی منو میبردی همون با کتری آب جوش میریختی رو همه جا میسوخ. ماما جا شما چرا فقط نیمه خالی لیوانو میبینی؟ بلم کن ماما، اصلا اعصاب ندارم، یاد اون خونه و بچگیام که میفتم دل پیچه میگیرم. میام شیمی بخونم. خودت چرا اینجوری میکنی؟ دو دقیقه پیش گفتیم اون خراب شده، حالا میگی نمیدونم حالا. خب من گفتم که گفتم این بچه نباید بگه. همین الان فهمیدم هر چی از بچگی تو ذهنشه فقط چیزای بده. خب این خیلی خطرناکه محسن، خیلی خطرناکه. بچگی انسان خیلی مهمه، عین این پرده میپیشه دور دست و پای آدم تا آخر عمر از سرت بر نمیداره. میگم لیلا نکنه واسه همینه که الانم باید به زور بفرستمش بره همون. محسن یادت این بچه بود ناخوناشو میجاید، الانم ناخون میجاید. شب ادراری نداشته باشه لیلا، با یه شب بریم چک کنیم. نه باور کن حسین، درس نخوندنش هم مال کودکیشه. نکنه نخونه بشه دیپلم ردی بیفته گوشه خیابون. معتاده هستن کنار خیابون افتادن محسن. اینا بیشتر مشکلاتشون ریشه در دوران بچگیشون. به قول مامان الهام، نگاه نکن بچه چقدر ساکته، همین الان تو فکر حالا ما چطوره کودکی شده درست کنیم؟ این لایی رد شده رفته که من نمیدونم، باید درستش کنیم. حالا کمک این عزیزی زیر در بیارم درستش کنیم. بابا بابا دوباره منو بکن. از این باید بیاری درسته دیگه. من دفتر ریاضیم پر شد، میرم یه دونه بگیرم. باش آقا جو برو. دارین گریه میکنین؟ نه آقا جو. پس اشکتون مال آلودگی هواست؟ آره آقا جو. امروز که اصلا هوا آلوده نیست، خودم خوندم. یاد آقای خدا بیامرزم افتاد، ولی گریه تو کار نبود. میخواییم بمونم یه خورده با هم درد و دل کنیم؟ نه بچه جو، برو بخر بیا بشین مشقاتو بنویس. چشم. یادمه یه بار آقام خدا بیامرز اومد تو کوچه، زد پس کلم، من از لای خاک و خلا کشید بیرون، گو بچه بیا بریم یه چیزی نشون بدم. منو برد یه جای گنده تاریک، من روم نشد بپرسم مطلب چیه، صبر کردم تا خودش معلوم شد. یهو دیدم یه آدمی ده تای خودم جلوم ظاهر شد، ترس برم داشت، خواستم بزنم زیر گریه. آقام گفت نه دست بچه، به این میگن سینما، بیا نخوچ کشمیش بخور کیف کن. خیلی خوشم اومد، شد بهترین خاطرم با آقام، هر وقت یادش میفتم اشکم در بیاد. غیر این دفعه که مال پیازی چیزیه. میفهمم، من با بابام یه عالم خاطره دارم. با من چی؟ با شما هم خاطره دارم یه عالمه. مثلا یک چه بگو؟ مثلا چیز الان میخوایم برم دفتر بگیرم، تو راه یادم میاد میام بهتون میگم. خاطره موندگار اونه که فکر نکرده خودش بپره بیرون. ده بگو دیگه. ببین با هم میریم یه خاطره درست و درمون واسط بسازیم. دفتر خریدن که دیگه خاطره نمیشه. بعدش که بریم سینما اون وقت خاطره میشه. نمیشه بابا نصیر، من یه آدم مشق ریاضی دارم. به من چه؟ میخواست قبلا بنویسی؟ من اگه امروز بهترین خاطره زندگیتو نسازم ولکنت نیستم. همینجا میشینی تکونم نمیخوری تا من برم نخوچی کشمش بیارم. تکون نخوری یا؟ چشم. چرا اینجوری میکنی؟ لیلا چرا بی هوا میای تو خونه؟ خونمه، میخواستم چجوری بیام تو. چیکار داری میکنی؟ فراتلاش هیچ، یه دورکاری جدید جفت و جور کردم، رو انداختم به یکی از دوستای موجهم، اونم کانال زد به روابط عمومی یه جایی.
بعد معاونتم کانال زد به ریاست، ریاستم به بخش بازرگانی پاراف کرد، بخش بازرگانی ها فکرت من سوگلی زادم کلی تحویل. پس رفتی سر کار؟ نه قبلا نمونه کاری ببرم ببینن، بعد ببینیم چی میگن. خب نمونه کارو هر جا ببری که همینو بهت میگن، اگه کانال 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 نداره. حالا ملق زدنت برای چی بود؟ یه تیزر ترکیبی تو ذهنم از حالتهای مختلف خانم خب با طرح مختلف گرافیکی. من ملق میزدم که تعجبش رو فیلم برداری کنم. خب الانم تو میتونی بری اون پشت فیلم برداری کنی. من خوب شد که اصلا اومدی، تو برو فیلم برداری کن، من ملق میزنم این تعجب میکنم. باشه حاضری؟ ماهور بابایی من نگاه داری تعجب میکنم. بگی روز به این کاستش تموم شده. ای بابا ایران بابا این صدومین من نگمنه. خب زودتر ببین دیگه، تو مانیتور داره میگه به اتیکه تموم شده، هنم باید بگی من چیکار کنم پر شده. خیلی خب اونجا هست، برشو عوضش کن. باش سب کن سب کن کتو کل افتادم. بابای بابای نیم رخ نده، تمام رخ میخوام قربونه. یه بوس بکن. این همونه که فیلم های ماهور توش بودا، ریختش رو لپتاپ دیگه. خودت ریختی؟ من کی ریختم؟ اون روز که بهت گفتم بریز؟ اون روز من بهت گفتم من دستم بنده، کرفس خودت بریز. نگفتی خودت بریز؟ نگفتم. نگفتی؟ نریختی؟ نریختم. ای وای روز به ای وای. خیلی خب حالا مگه فیلمش چی بود؟ مگه حالا پاک شده؟ از بهزیستی سوارش کردیم، ورودش به خونه، بابا نصیر اومد اینجا بهش کادو داد، وقتی مامان الهام بهش سیسمونی داد، شناسنامش رو وقتی گرفتیم، همه اینا رو فیلم گرفتیم. روز به چطوری یادت رفته؟ آخه روزه چی رو هرچی دستت میاد دورکاری میکنی؟ پروف حالا اشکالی نداره. اشکال نداره؟ روزه اول زندگی بچه من از صفحه روزگار پاک کردی بعد میگه اشکال نداره؟ خیلی خوب مالا اینقدر ایس نخوردی که یک کارش میکن. مصمالی نکن روزبه، خاطرات بچه منو به این برگردون، مفهومه؟ آخه چطوری؟ من نمیدونم، سوال نکن، فقط برگردون، بگو چشم. آخه چطوری؟ بابا من چه خاکی به سرم، بیا بابا رو یه بوس بکن. آخه یکی دیگه از این من بغل بغلم کن، بغلم کن، بغلم کن. خدمت بچه های گلم عارضم که جلسه امروز ما یه جلسه بسیار مهمه. شاید شماها ندونین ولی ما خوب میدونیم که دوران کودکی چطور میتونه اینه یه پرده دور آدم بیپیچه و پدر آدم رو در بیاره. واسه همین ما امروز اینجا قرار گذاشتیم که بعضی از چیزها رو با هم دیگه مرور کنیم. موافقین همه؟ موافقی؟ شما قبوله، فقط به شرطی که راجب خونه تنگسیر حرف نزن. اتفاقا جلسه اول راجب خونه آقا تنگسیره. تنگسیره کجا میدونی؟ کسی جرأت ترک جلسه نداره. مفهومه؟ جلسه نمیتونی ترک کنی. نه نمیتونی. اتفاقا از خود تو شروع میخوایم بکنیم امیر. خب میریم سر عکسا. بله لیلا نگاه کنیم عکس امیر خانه تازه داره دوچرخه سواری یاد میگیره، چقدر داره بهش خوش میگذره تو اون خونه قدیمیه. نه یه دقیقه بعد از همین عکس تو حیات همون خونه لعنتی خوردم زن، پام جر خورد، هشت بخیه خوردم. میخوان جاشو بهتون نشون بدم؟ نه 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 عزیز من، این بخیه هست مال دوره کودکی نیست، مال بعد از دوره کودکی. تو کودک بودی یه بچه خیلی خوشحال و خرم و شاد و خرسندی بودی، داشتم داشتی بازی میکردی، عاشق این شلوار بودی، عاشق همین شلوار بودی. ماما خانم اگه دقت کنی زانوی اون شلوار جر خورده، مال همین زمان خوردن با دوچرخم. کو حالا ولش کن. اخی نگاهش کن، این ستا داره از سرکول هم دیگه میرن بالا، چقدر شاد و خوشحاله. نه تو خونه قدیمیه. آره یادش بخیر، ما همش امیر کتک میزدیم، یادت همی؟ یادمه یه دفعه همچین یه موج داد پای چشم اندازه یه گوجه سبز باد کرد. آره یه بارم هولش دادیم خورد به دیوار، یه تیکی گش پرت شد خورد تو سرش، کلی گریه کرد. امیر 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 این پرتوه بود که همه فرصت برات کادو برده بود تو
خیلی دوستش داشتی، عاشق این بودی، تابستون زمستون میرفت بزوره، یادته چه خوشگل بود. خیلی دوستش داشتم اینو، تا وقتی که آقا شاهین روش بالا آورد بود گندش موند روش. آره من بچه بودم خیلی بالا میامردم. آقا شاهین روی خرفرت های عمیر بیچاره بدبخت بالا میامردی. اگه نداشت شاهین نگو داشت. اینه یادته مامانی، اینه یادته. این دست شما چی کار میکنه؟ من یه نگفته بود این هاپو بردش. هاپو برده بودش، پشیمون شدش برش کرد بودش. گربه بره مامانی، گربه بره مامانی. ای ستا، اینه همون موقع بود که لوله خونمون ترکید. شما شده بودی اینه موش آب کشیده پدرتی در اومد. نه همون عکس موقع به جان که ما رو خوش کنین رفتین دوربین آوردین عکس بگیرین. اگه من دوربین نمی آوردم عکس بگیرم یادتون میمون که خونه خرابی چه حالی داره؟ نمیمون که تمام این خاطرات لای اون خاطرات خوب قدیمی گم میشد. ماما من حالم بده. میخوای برم عرق منو برات بیارم؟ نه نه اصلا شما هیچ کاری نکن، فقط اینا رو جمعشون کن. این عکس خیلی اون عکسی دیگه نشون بده. نه خیلی نمیشه نشون ندیم، نشون ندیم محسنم. جلسه تمام پشت پین دنبال زندگیتون. جلسه تمام پشت پین دنبال زندگیتون. اگه قصدتون اینه که امیر رو باش برو پیزه. ما نمیخوایم، هیچ قصدی نداریم. باش برو هر جور راحتیم، فقط خواستم راه حل بدم. بشین سجاد ببینم. بشین ببینم. بشین بشین نشسته که لیلا. ها نشسته. خب حال پیشنهاده چیه؟ باید ببریمش گردش. خب گردش دیگه. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی چیکار بکنیم؟ حالا بهتون میگم. حالا بهتون میگم. چه فیلمی آوردمت؟ کلی گشتم تا فهمیدم این فیلمو کجا نشون میدن. فیلم خیلی خوبیه، دیده بودمش قبلا. یه خوچی کشمش بخور، خاطره خوب واسه بمونه. بخور. وای نمیدونم. خطرناک نیست آقا روزبه؟ من روز گفتم خطرناک. گفتی خطری نیست ولی مطمئنم نگفتی آقا روزبه. وا من مگه به تو نمیگم آقا روزبه؟ نه واسه چی میگی آخه؟ خیلی هم میگم. کجا گفتی آخه؟ ماهور جون من همیشه عرض میکنم آقا روزبه، ایشونم عرض میکنن الهام خانم. الهام خانم این بچه اینقدی نمیمونه، این بزرگ میشه، فقط هم این فیلم رو نمیمونه، زندگیمون هم میبینه. ای زندگیمون مگه چه شیخه به من استرس نده ها؟ زمینم خوبم بود، مگه عرق دارم؟ اینو قرار نیست اینو تو سینما پخشش کنیم ها؟ چپ و چوله باشم خوبه، پس فردا چهار نفر این فیلم رو میبینم. خوبی، خیلی خوبی، نگران نباش. راست میگی؟ آره خوبی. خیلی خوبی. خیلی ممنون. متشکرم. بریم؟ از اول؟ نه، اولشو داریم. از خطری بریم. از خطری. حاضری؟ سه دو بر. خطری نیست آقا روزبه؟ نه ولی
فکر کنم یه جاش میلنگه. چرا حرف زدنه؟ من اونجا همینو گفتم دیگه. خب ایسته دیگه بگو. خب چیکار کنم؟ مثل تو با کلاس بازی در بیارم؟ بله، پس فردا این فیلم بچه‌ام می‌بینه رویش داغون میشه. بعد من خود به خود با کلاس. بریم بفهمون. خطری نیست تو روز به؟ خلاص اینکه حامد جان، اینا همش دوزده کلک فیلم هاست. یه وقت خوف علکی ورد نداره ها. چشم. خیافت هم درست کن، اگه مامانت بو ببره بیچاره ما. چشم. خیلی خوب تو برو تو تا من برم ماشین بیارم تو. شبازت های یه ها کجا قیبتون زد؟ این بچه چشه نسیر؟ هیچی، فیلم خنده دار دیده داره کیف میکنه. این داره کیف میکنه؟ فیلم خنده دار بردی یا ترسناک؟ خنده دار. خیلی افتضاح دروغ میگی نسیر، خیلی. منم که بچه کوچه دردار. نوغور بیا. خواستم ازم یه چیز موندگاری تو ذهنش بمونه. آخه با فیلم نسیر این بچه فقط 10 سالشه. 10 سال کم سنیه؟ من 9 سالم بود آقام برد فیلم وستر نشونم داد. فیلم وستر کیو کیوته و با فیلم ترس ناکیه که چیکار کنم که این بچه از سایه خودش هم میترسه آقای موندگار؟ ایجان 2 روز دیگه خوب میشه. نسیر این بچه 2 روز اینجوری بمونه به کل از دست رفته. تا آخر امشب درست میشه، مفهومه؟ مفهومه؟ بله چشم. یا دست تو همه جمامان. میریم گردش، میریم گردش، واسه امیر، واسه امیر، خوب شه حالش، خوب شه حالش، بابا همی، میریزیم دور، میریزیم دور، دل بیچارا، دل بیچارا، لا 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 لا. اوکی بچه بچه خیلی خوب خیلی خوب. 1 2 3 حالا ما همه با هم رفیقیم، ما همه با هم رفیقیم، ما همه با هم رفیقیم، ما همه با هم رفیقیم. من میگم دمتون گرم، بعد از اون ده شیمی و این بند و بساطای بچگیم واقعا لازم بود بیام بیرون یه بادی به کلم بخوره. معلومه بچی، فقط کاشکی انوشم بود. محسن جان، محسن جان، این محله چقدر به چشم من آشناس، نکنه محله پشتون خریده؟ آره آره خودشه. راست میگی، نگاه کن تو رو خدا چطوره ما یه هایی اینجا سردر آوردیم. آره بابا میشه گازشو بگیریم از اینجا بریم؟ وای محسن این درخته رو، این درخته رو بزرگ شد بابا. بابا آخه واسه چی وایستادی؟ یه دقیقه بریم خونه تنگسی دو تا نکوبیدن ببینیم و بیا. محسن ببین اصلا کلیدشو با خودت آوردی؟ کلیدشو؟ کلید همراه هست اصلا؟ بزن بزن حالا بزن بزن شاید باشه. آوردم، چه جالب شد، چه خوب شد، چه تصادفی. چی و چه جالب شد بابا؟ میخواین دوباره حالم بد شه؟ گازشو بگی بریم. چقدر لوسبازی در میاری؟ چه بابا من لوسبازی در نمیارم. یادت رفته 2 ساعت و نیم تو دستشوی گیر کرده بودم؟ ای بابا چرا؟ خانم راه حل، پیشنهادی، فرمایشی، چیزی نداری؟ حالا این دفعه ببینیم تو موقعیت قرار بگیری چت حالت بهتره. راست میگه، راست میگه، راست میگه. حالا یه دقیقه میریم میایم دیگه. یه دقیقه است. آخه اصلا یه چیز خوب. محسن تو زیراندازو بیار. شادی تو پیکنیکیو بیار. منم قابلمه عدس فول رو بندم بریم همجا پیکنیک کنیم. بیا بریم. زیرانداز و قابلمه پیکنیکی واسه چی؟ بیا بیا، هوا خوبه، بیا. بابا جان، محله امنیت نداره. غذا تو ماشین ببونه، ماشین ببرم، غذا تو نمیاد بخوریم. بیا پایین. من نمیام. یکیش بالا اینا رو. بیا. بیا باش. بیا پایین. بیا بابا جون. بده. من نمیام. تو ماست برداشت. تو ماست برداشت. این برام. آخ، خواهم میگم. من می‌خواستم. خیلی خوب عزیز من، خیلی خوب. موسی. بگی که برداشت.
میام باش باش خانواده دور هم شهر یانو آقا من بخورم تازه بشه آره بیرته بگی سبدرم بیا سبدرم بگید دیگه امین بگی شو روش شده نوشابم بیا چه خونه قشنگی نه همه چی تو در نصر من دیگه بیا محسن بیا در بکن آخه بیا همین بیا ما برو من شما در بکنه به چیه که نمیشه رفت تو که زبینم بیا حدیش کنی رنگی دارم یه دیده شایی باید نمیشه که بیا تو کچه آسی اینجا زندگی بیا نگه نیه امیر بابا بیا بچه ها این تناوه پاتون گیر نکن تو چرا یادش میخیر چه پله های خوشگل نه یادش توالت امون بچه ها بیا چه حیات چه حیات ببین تو حیات امیر بیا بح 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 آخه چه حیات بود این حیات یادته بیا بیا امیر بیا پای گلی گل گل کوچه بگری بود کردنش گل بیا 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 ببین این گلا رو نگاه کن شادی اون پرخونه اون پرخونه بیا 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 بابا یه بار یک بشین در پاک کنید نکنی نکنی خیلی خوبیده بیا امیر ماما بیا بیا امیر بیا خواستن دیدی نه؟ نه 3 2 1 حرکت بیا تو وای آقا روزبه ماهور ما چرا اینقدر سره حاله؟ سلام خیلی قشنگم ببینم سلام سره حاله سره حاله چشه چرا اینقدر سره حاله؟ تو خودو میبینی حالا که باید گریه کنه سره حاله خیلی خوب اشکال ندارم چیکار کنم گریهش بندازم؟ بابا گناه دارو چی گریهش بندازم؟ پس نگران چیش باشین؟ نه روزی که من تو رفتیم اینو بگیریم کی میدونست که ما نگرانیم؟ اتفاقا من میگم خوشحال باشیم فردا پس فردا بزرگ شدین فیلمو میخواد ببینه خوشحالتر هم میشه خوشحالی ما رو ببینه برو یعنی تاریخو تعریف کنی تعریف یه جوری میگه تعریف کن جناب عالی همینطور ظلم میزنه لنز دوربین یه جوری حرف میزنه با کلمات قصار بابات فرمود من عرض کردم اینم تعریف نیست آخه نداره میخوام بگیرم تمومش کنم برم 3 2 1 صبر کن از اول خیلی خوب بیا صبر کن 3 2 1 برو وای آقا روزبه ما چقدر خوشحالیم که بچه‌مون انقدر سر حاله بله خیلی ببریمش بذاریمش تو اتاقش بله ببریم آخه اتاقش فایده نداره روزبه برای چی فایده نداره؟ ما ماهور رو اون روز با کریر آوردی الهام الان هم فکر کن تو کریره میخوای همه این فیلمی که امروز گرفتیم ما پاک کنم دوباره بریم از شیرخوارگاه از اونجا فیلم بگیریم بابا من پدرم در اومد اصلا کریر هیچی تو رو خود ماهور رو ببین موهاش بلند شده دندوناش در اومده چاق شده تو معلومه این بچه چند ماه پیش نیست الهام بذار ما این فیلمو بگیریم تموم بشه بره پی کارش باشه گیرم این فیلمو گرفتی بقیهشو میخوای چیکار کنی میخوای زنگ بزنی بابا نصیر رو بقیه دوباره بیان جلو دوربین فیلم بازی کنن و دوباره کادو بدن ما همه فرصتو بگو رفته چابهار مامان الهامم که عمرن جلو دوربین فیلم بازی کنه میبینی چقدر غر میزنی حالا من شدم قرقرو از خود دوربینو خراب کردی فیلمو پاک کردی خودت هم درستش میکنی من به تو نگفتم اون موقع این فیلمو بردار تبدیلش کن بریز تو لپتاپ من اون موقع نگفتم دستم بنده کرفس خودت بریزش تو لپتاپ من از کارش کرفس متنفرم این سلبار من از سیر توشی متنفرم ولی شما میری یه گوشه یواشکی میخوری بله جناب عالی وقتی داری آشپزی میکنی کف آشپزونه پر از روغن میشه لکه های روغن کی باید پاکش کنه من اون موقع که شما پشت لپتاپ نشستی و دور تا دور ظرف کثیفه که جمع میکنه و میشوره من صد بار به تو گفتم یه ماشین ظرفشویی بگیر خب این ظرفا رو بذاریم تو شسته بشه این صد بار گفتم یا نه کم خرج داریم که گنده خرج میتراشی مگه ما چقدر درآمد داریم تو داری تعدیلی منو میکوبی تو سرم تو داری تعدیلی منو میکوبی تو سرم انگ نزن و انگ نزن حقتی که باید قهر کنم یا نه حق منه یا تو حالا که همچین شد همین الان باید قهرم
قهریم. با هم حرف میزنیم یا نه؟ قهریم. حرف هم میزنیم. ولی یه ما قهریم. شما چرا همتون کلیدین رو من؟ ما کلیدیم رو خونه. به نظر من تام کلید کن رو خونه ببین چه کیفی میده. من جالبه. من نمیخوام. من میرم بیرون تو ماشین، شما بیاین اونجا. گور خونی پسر، من در ماشین چهار قفلش کردم. خب پس میرم تو کوچه بابا. ها تو از این خونه بذاری بیرون دیگه پسر من نیستی. مال منم نیستی. چرا؟ چون که ما چیزی، ما یه خانواده ایم. همه جا با هم میریم، همه جا با هم میایم. ما یه تیمیم. بیا تو در دیوار اینجا رو یه نگاه بکن. ببین چه خاطره هایی برات زنده میشه. ببین یادت میاد چه فرنی های خوشمزه ای من برات میپختم؟ آره، هر وقت میخواستم ناخونک بذارم با ملاقه داغ محکم میکنیم دستم جاش خلوز میده. خب همش مال امیرگلی بوده. امیر اگه دقت کنی قشنگ یادت میاد، حتما یادت میاد اینجا یه لمه رخت خواب چیده بودم. تو میرفتی بالا شیر میپدی پایی، بعد دوباره رفتی بالا دوباره پدی پایی. اینقدر بیاد خوش میگذشت. رو تاخچه ما تلویزیون بذاشته بودی؟ نه تو تاخچه. نه بابا، نه تلویزیون کوچیکه رو که داشتیم شاید، ولی که تلویزیون بزرگی اصلا جا نمیشه. تو چطوری هم پیش پیش میکنی هم حرف میزنی؟ میشه مگه؟ من نیستم که. شادیه عدس بلو. بچه ها چطور اصلا ما همینجا عدس بلو بخوریم؟ گل گفتی محسن گلی، الان بساط عدس بلو را میدازیم. یه لحظه صبر کنی، میخوایی توی خاک و خل عدس بلو بخوریم؟ خاک و خل چیه؟ جارو اینجا هست؟ هیولا اینا من رو تمیز میکنی؟ آره یه دقیقه میکنم شینجا مثل دسته گل. خب پس برنامه گردشمون چی میشه؟ بعدش میریم گردش. چی که مامان؟ بعدش میریم گردش که مامانه. من اینجا اذیت میشم و توقع داریم وایسم اینجا عدس پلو هم بخورم. آقا اصلا یه چیزی، یه چیزی، کیا میگم بریم؟ من. شما بیار پای ماما. اینو بیار پای. پایین تر؟ بیار پای. پایین تر؟ همینجا نگرش دار. دماغت نکنی ها. آفرین پسر. خب الان چی شدیم ما محسن؟ 4-1 شدیم دیگه. ها دیگه، یعنی عدس پلو رو همینجا بخوریم. آره خیلی خوب. آره عجب گیری کردیم. وای بیا. خب پاتو نکن اینقدر محکم زمین دیگه. حالا یه زمین رو برتر. نه الان جاروش میکنم درست میشه. خب هر جایی تو پاتو اینجوری محکم به خوبی زمین چیز میشه. خونه خودمون هم همینجوری. حالا نکن تو پاتو نکن بیا. برو من حالا نجسه تمیز شد. ها الان من اونجا تمیز میکنم واسه تو. همجوری داخل خاک میمونه واسه تو. نه درست پایین. نه اجازه سر کنم شد درستش کن. خب منم خواستم بهش بفهمونم کسایی که تو فیلمن یک آدم هایی هم مثل خود من که ترسش بریزه. آقا این جوری آقا نزی چی بگم؟ الهی بمیرم مامان جا، الهی بمیرم بذارم، هیچی نشد، تقصیر من بود اصلا.
خیلی دارین حال میکنین، صفا میکنین تو این خونه قدیمی، خاطرها داره تجدید میشه. شما این همه نقشه کشیدین که منو بکشونین اینجا، فقط نمیدونم چرا. چراشو بهش بگو شاید. بهش بکشونیمت اینجا که از این خونه برات یه خاطره خوب بسازیم، بذار جای خاطره بدی که داشتیم. تو این خونه تا آخر عمر اینه پرده نپیشه بهت بیچاره بشی بدبخت بشی. یعنی شما به خاطر من این همه نقشه کشیدین؟ معلومه تو خیلی برام مهمی. آخه خانواده مهم هستیم که با هم یه حال میکنیم، صفا میکنیم. دمتون گرم بابا. روز آخر که داشتیم وسایل جمع می‌کردیم یادتونه؟ همینجا نشستیم عدس پلو خوریم. چه عدس پلو؟ این حالا که داریم عدس پلو می‌خوریم چه خاطره عجیب. اون سنگ رو یادتونه؟ لای عدسا بود. زد دندونم اون لپر کرد. حالا یه سنگ پریده لای دندونت پریده دیگه. حالا با خورده داشت دیگه. گذشته هر چی بوده گذشته. صفا کن حیات و اینا رو نگاه کن. بیا هم گوش میخوایی؟ نه خوب خوب نه زیاده خوبه نشمه شما قرش خوبه بخواه مرسو قرش خوبه چرا قرزه بخواه من این سابه؟ آه میکنی نه نه؟ بخواه آه شد داره خلی میگنه آه فکرم دوره دندونم شیشته هست آه وای ببینم بسه نکنه شده سندونه هست؟ ببینم چی؟ سنگ دندونته. بفرما شادی خانم، هی میگه گذشته ها گذشته، همه چی داره این به تکرار میشه. من اصلا توی خونه لعنتی نمیخوام بمونم. آخ بابا جنبه بازی در میاری، این یکی اینجوری شد. برو بابا کلا بابا سه بار باد کردم. این خونه لعنتی چیه؟ میدونم. بفرم میخواد دوباره بالا بیاره. شاید سمت من نمیای. نمیاد بابا. خب بچه‌م راست میگه، همه چی داره این به این میشه. باشین جمع و جور کنین تا این به این تکرار نشه. باشین باشین. یواش نریزه. بذار من یه کاری کنم. بیا بری حالا دوباره همین چی. نه خونم بدیم اما. پیشنهاد من اینه که کلام کنی با استفاده من آره بچی اما خبری تو دیگه چرا نقشه پیشنهاد این نقشه های نبرده دسته نقشه های توی که اینجا نمیسه بفرما آقا این درم باز نمیشه همون جوری مونده این درم باز نمیشه داره فقط هم من داره شما داره بفرم شما که من ندیم باز کن باز کن باز کن باز کن واسه با یه لگت چیزی بازش کن دیگه من که تو میگم باز نمیشه الان بازش میکنم باز میشه یواش یک دو چای مواده بازش بکش حالا چی کار کنی؟ مونیم توی خراب شده این لعنتی من نفسم بالا نمیاد سرم بابا چه درست میشه همه چی؟ واسه بازش کن بریم دیگه من یه فکری دارم بعد برم اون برا در یه طرفن از اون بر بزنم از اون بر در هول بدم باز کنم در بسته که نمیشه رفت اون برش در باز کرد یه هفته اظهار نظر نمی کنه رو بگیر اونجا بگیر چیز شما باید بری پشت بون اونجا بپری تو بالکن از اونجا بپری تو کوچه بعد اون وقت در باز کنیم ما بریم چیه؟ آفرین راست میگه دیرا حلش همینه من باید برم تو پشت بون از اون برم توی بالکن از بالکن برم پشت چیز آره. بیان در باز کنم دیگه راست میگه دیگه راست میگه خدافظ موازه باشه موازه دست باتو نشکنی حالا نمیدونم آخه چرا همه دیگه تو میگن نیای نیای امیر این این همه چیز بی خودی و بی ربط یادته مو به مو این چی یادتی؟ خوال چی هست؟ یعنی تو خیلی که کوچولو بودی سر زورا که آفتاب میفتاد تو بالکن میرفتی با این نورا بازی میکردی بعد آفتاب که میخواست غروب کنه میرفتی اینجوری میگفتی میخوام نورو جمع کنم و تو مشته تو جیبت مثلا جمع میکردی که آفتاب نره نور نره بعد یه روز اومدی گفتی مامان دستان پر شده تو جیبام پر نور شده حالا چی کار کنم؟ نه خندم گرفت گفتم بیا برو بقیه نورا رو بریزین تو بعد از اون به بعد تو میرفتی نورا رو میریختی تو درجه میبستی یه تو من ای بابا بده من بیا راست میگه امیر هنوزم داغا چی امیر شاهین بله آدم یه ساله از این فکر را میکنه تو ناسلامتی 89 سالته یه خورده بزرگ شو خیلی خوب تو بچه یه چیزی گفت دیگه خب دارم راست میگم دیگه اونجن راست میگم دیگه دیگه داغه مامان آخو داغه آره 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 گرد آره آره بذارم زن رو دلم داغه
چیه؟ چی بیا بذار رو دلت بپشه؟ فیلم ها رو بردن دادم پیشه دوستم تدوینش کرد ریخت رو سیدی یه موافقی بشینیم بذاریم با هم دیگه نگاه کنیم درسته قهرین ولی با هم حرف میزنیم دیگه نه؟ برها درسته این بازسازی شده است ولی بهتر از هیچیه نیست؟ خب بذار ببینیم چی شده گوشه یواشکی میخوری بله جناب عالی وقتی داری آشپزی میکنی کف آشپزونه پر از روغن میشه لکه‌های روغن کی من پاکش کنه من که مایه آبروریزی خب میگفت جره بحثشو درارم اینا رو برای چی گذاشته این تو بچه بی تربیتیه حتما کلی هم بهمو خندیدن شبیه مستندای طلاق کشی اینا شده ببینید آخه آدم فیلم خانوادگی رو میرونده دست غریبه خیلی خب حالا همیشه نمیخواد دوباره بندازی گردن من اصلا تقصیر منی که با آشتی کرد من هنوزم با تو آشتی نکردم هنوز با تو قهرم دست بالا نگیری آقا روزبه شما که دست به پاک کردنتون خیلی خوبه تشریف ببرید اونو پاک کنین چجوری پاک کنم سیدی پاک کردن داره سیدی من میدارم میشکنم تبونشه میری پکارش دیگه حتم میزنی فقط یه دقیقه سرخواه 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 همونجا سرخواه فایست خورمونه الهام بادو بیا ببین ماهور وایستاده وایستاده چی شده؟ بیا ببین ماهور وایستاده می قربونت برم من بیا ببین برم فضا جو رزو بچه رزو آره آره بیم بگی کجا کجا گذاشتیش؟ من چه میدونم بابا من رفتم به من میگه من چه میدونم کجا الان برداشم؟ الان کجا باید بگیرم؟ وای روز به اون اگه بشینه دیگه پایین میشه ها سب کنم بوفه اینه نزاشت همون جوری بمون بابای قربونت برای تکون نخور الان دور بینه پیدا بابای همه چی رو دوخون کردی؟ سب کن ببین با گوشی میگیرم بلش کن اون که کیفیت نداره خب الان نمیتونی پیداش کنی دیگه با گوشی میگیرم بزن اون فایده نداره سب کن خب اون که دیگه نمیشه سب کن چرا نمیشه اینا من اصلا فیلمو قبول ندارم خب تمرکزشو به هم نریز یا هم میشه عزیزم قربونه چه به نظر من بیفایده است من فدات شم عزیزم تو کی وایستدی فیلم که ارزشی نداره یعنی چه ارزش نداره خیلی هم ارزش داره قیافت اونطوری نکن ببین من دارم اینا ضبطش میکنم و بعدا میمونه بعدا پشیمون میشه تو خیف نیست بچه همون بلند شده وایستده تو داری با موبایلت فیلم میگیری الهی من قربونت برم من یه بوس بده نگاش کن فقط الهی من فداش بشم من آخه حیف نیست وایستو در این بچه رو ما الان با موبایل باید بگیری ببین مزهش با این گوشی خیلی بیشتره عزیزم قربون اون نگات بشم من ای جانم عزیزم گذشته چیز عجیبیه یه وقتایی دوست داری از بین بره یه وقتایی دوست داری با چنگ و دندون نگهش داری گاهی انقدر توش غرق میشیم که یادمون میره زندگی هنوز ادامه داره گاهی زور میزنیم که گذشتمون رو تکرارش کنیم اما شدنی نیست
مهم اینه که نذاریم گذشته گیرمون بندازه. خوب یا بد، هر چی که بوده باید رهاش کنی، باید رهاش کنی، باید رهاش کنی. ازت متشکرم رویای روشن، از این که چشم به این دنیا گشودی، از این که با تو زندگیم گذاشتی، از این که پا به پام همیشه بودی. ازت ممنونم ای تنهای عاشق، که یادم دادی دستاتو بگیرم، اجازه دادی با تو هم نشین شم، تو جون دادی به این احساس میرم. ازت متشکرم آرامش من، ازت متشکرم رویای روشن. کسی جز تو قلبم جا نمیشه، تو پای عشقو به قلبم کشیدی، تونستی با بد و خوبم بسازی، تو طعم سختیو با من چشیدی، تو یادم دادی با چشمام بخندم، به اون روزای تلخم بر نگردم، از این ناراحتم کم با تو بودم، باید زودتر تو رو پیدا می کردم، از این ناراحتم کم با تو بودم، شبای بی تو من بی خواب می شم، کسی هم اسم تو هر جا که باشه مثل پروانه ها بیتاب میشم. ازت متشکرم آرامش من، ازت متشکرم